پلیس که گوشی گرفت تمام گلوی این دختر جوان مهاجر افغان را باقص می فشارد او نمی تواند حتی خاطرات خود را از برخورد پلیس کرواسیا بازگو کند ناگزیر ساکت می شود آرزو عظیمی مهاجر افغان می گوید که در دو ماه گذشته چند بار تلاش کرده است که از مرز میان بوسنیا و کرواسیا بگذرد اما از سوی پلیس کرواسیا به شده است در حال حاضر ده ها خانواده پناهجو که کودکان خردسن هم دارند در فضای باز در قریه مرزی بوسنیا موسوم به بوزانسکا بوجنا شب و روز می گذرانند این پناهجویان چشم برای یک روزنه امیدند تا بتوانند خود را به قلمرو اتحادیه اروپا برسانند این افراد در محلات متروک فاقد امکانات مهم زندگی از جمله برق و آب می باشد به سر میبرند این قریه در زمان جنگ در بوسنیا هرزگوینا در سالهای 1992 تا 1995 خالی از سکنه شده بود. بسیاری از منازل این منطقه به گونه شدید تخریب شده و در بسیاری از آنها کسی زندگی نمی کند. برخی از مهاجران و پناهجویان گویند که در میان آنها افراد بیمار نیز حضور دارند و به مواد بهداشتی و درو دسترسی ندارند. مقام های بوسنیایی در تلاشند که پناهجویان را متقاعد کنند تا آنها در کمپ های پذیرش برگردند در حال حاضر هزاران مهاجر در بوسنیا به سر میبرند و بسیاری آنها در کمپ های رسمی زندگی می کنند شماره از این پناهجویان و مهاجران در کمپ های خودساز و آسیب پذیر در نزدیکی مرز با کرواسیا به امید عبور از مرز شب روز می گذرانند. وضعیت در اینجا نرمال و خوب نیست. مثلا برخی از مردم بیمارند و شماری از آنها چیز برای خود ندارند. ما تشناب نداریم یا آب برای نوشیدن نیست. اینجا آب صحی نیست. پلیس کرواسیا همواره متهم به برخورد نامناسب با پناهجویان و مهاجران شده است اما نیروهای مرزی در کرواسیا این اتهامات را همواره رد می کنند